سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. بعد از تمدید قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن، طرفدارای رئال مادرید یه طوفان توییتری برای تشکر از بایرن مونیخ راه اندازی کردن. رئالیا معتقدند بایرن مونیخ با شکست پاری سن ژرمن در فینال لیگ قهرمانان سال قبل از فوتبال محافظت کرده. محبوبیت وحشتناک امباپه در مادرید در یک شب تبدیل به یه تنفر و کینه ابدی شد. امباپه یه بار دیگه به همه ثابت کرد که پول خیلی مهمتر از چیزیه که یه عده شعار میده. با نزدیک شدن به زمان بازی دوستانه تیم ملی ایران با کانادا در ونکوور، حاشیه‌های این بازی هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه. حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی، اولین کسی بود که به انجام این بازی توی کانادا انتقاد کرد و حالا مسیح علی‌نژاد هم وارد پرونده این بازی شده. مسیح علی‌نژاد که یه روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا است و بارها سپاه برای روبودنش تلاش کرده، اطلاعاتی رو در مورد سابقه حمید استیلی، مدیر ورزشی تیم ملی و ارتباطش با شخصی که تحت تعقیب FBI قرار داره در اختیار پلیس فدرال کانادا قرار داد. حدود 10 ماه قبل بود که سپاه در یک اقدام ناموفق سعی کرد تا مسیح علی‌نژاد رو از آمریکا ربوده و به تهران بیاره. سپاه میخواست دقیقا همون کاری رو که با زنده یاد روح الله زم انجام داد با مسیح هم انجام بده که در این کار ناکام بود. در رأس گروهی که سپاه برای این کار استخدام کرده بود شخصی بود به نام محمود خازعین. همون موقع عکسای زیادی از ارتباط خازعین با سلبریتی هایی مثل علی پروین و مهران مدیری و حمید استیلی و یه عده دیگه از هنرمندا و ورزشکارا منتشر شد و سر و صدای زیادی هم به پا کرد. خازعین با بودجه‌ای که مشخص نیست از کجا بهش تزریق میشد، مهمونی های گرون قیمتی میگرفت و این اشخاص رو دعوت میکرد. با اونا عکس یادگاری میگرفت و توی فضای مجازی منتشر میکرد. گفته میشه خازعین به مهموناش پولهای خوبی هم به عنوان هدیه پرداخت میکرد. مسیح علی‌نژاد عکسهای حمید استیلی با محمود خازعین رو برای پلیس فدرال کانادا فرستاده و از اونا درخواست کرده تا در مورد ارتباط حمید رضا استیلی با خازعین که به خاطر آدم ربایی تحت تعقیب FBI آمریکا قرار داره تحقیق کنند. اولین پس لرزه های این اتفاق هم لغو بازی دوستانه با اکوادور در خاک کانادا بود. محمد جماعت مدیر رسانه‌ای تیم ملی با انتشار این توییت توی صفحه شخصیش نوشت: با توجه به برخی دلایل و اتفاقات روی داده، امکان برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمون برابر اکوادور در کشور کانادا وجود نداره. جماعت در حالی به دلیل لغو این بازی اشاره نکرد که تقریبا همه میدونیم سپاه که خودش نقشه سفر تیم ملی به کانادا رو کشیده بود، حالا داره سعی میکنه تا جلوی سفر به این کشور رو بگیره. فدراسیون فوتبال هم داره آماده پس لرزه های لغو بازی با کانادا میشه. فدراسیون اعلام کرد برای فیفا دی دوم با 2 تیم اروپایی که در بین 10 تیم برتر دنیا قرار دارند در حال مذاکره است و قطعاً با یکی از این تیم‌ها بازی دوستانه برگزار می‌کنه. این در حالیه که حمید استیلی چند روز قبل گفت تمام تیم‌های اروپایی برنامه بازی‌های دوستانه‌شون تا شروع جام جهانی پر شده و کاملاً واضحه که این شایعاتی که فدراسیون پخش کرده یه دروغ بزرگه. به هر حال بعد از لغو بازی با آلبانی، بازی با اکوادور دومین بازی دوستانه تیم ملیه که توی این روزها کنسل شده. فوتبال 360 اسم برنامه‌ایه که قرار عادل فردوسی پور رو به رسانه برگردونه. بعد اینکه محبوب ترین مجری صدا و سیما ممنوع تصویر شد، بارها خبر بازگشت عادل به تلویزیون توی رسانه‌ها منتشر شد، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. حالا فردوسی پور حدود 1 ماه دیگه با برنامه فوتبال 360 که قراره توی یه وبسایت اینترنتی پخش بشه به رسانه‌ها برمیگرده. اولین مهمون عادلم کسی نیست به جز علی دایی، شهریار فوتبال ایران، که این روزها رابطه خوبی هم با عادل داره. دایی بارها مهمون برنامه 90 فردوسی پور بود و در گذشته شاهد گفتگوهای دیدنی بین این دو چهره ورزشی محبوب در برنامه 90 بودیم. امروز بالاخره سارق گوشی وزیر ورزش دستگیر شد و موبایل وزیر کشف و بهش تحویل داده شد. شاید همه ما تجربه گم شدن یا دزدیده شدن گوشی همراهمون رو داشته باشیم.
معمولا هم نمیتونیم سارق رو پیدا کنیم. سارق گوشی وزیر توی شلوغی مقابل مسجد بلال وارد جمعیت شده بود و بدون اینکه بدونه داره جیب چه کسی رو میزنه، گوشی موبایل وزیر ورزش رو دزدید. مامورای پلیس آگاهی تهران بعد از ساعت‌ها بررسی فیلم محل سرقت و تحقیقات میدونی با یه تیم کامل بالاخره هویت سارق رو شناسایی کردن و اون رو در حاشیه تهران دستگیر کردن. با دستگیری سارق گوشی سجادی کشف و بهش تحویل داده شد. اینکه دزد گوشی رو گرفتن خیلی خوبه، ولی این موضوع ثابت میکنه حتی پلیس هم توی رفتارش تبعیض قائل میشه. قطعا اگه گوشی من و شما رو دزدیده بودن هیچ وقت دستمون بهش نمیرسید. در حالی که استقلالی‌ها مشغول تدارک جشن قهرمانیشون هستن، پرسپولیسی‌ها همه تمرکزشون روی تقویت تیمشون برای فصل آینده است. گفته میشه این باشگاه با بیرانوند به توافق رسیده و این دروازه‌بان فردا برای عقد قرارداد با پرسپولیس وارد تهران میشه. اسماعیلی فر که گزینه اصلی پرسپولیس برای دفاع راسته، گفت تا این لحظه هیچ صحبتی با باشگاه پرسپولیس انجام نداده و منتظر تا فصل تموم بشه و بعد در مورد آینده‌اش تصمیم بگیره. اسماعیلی فر گفت پرسپولیس تیم بزرگیه و میخواد فصل بعد در تیمی بازی کنه که اونو به هدفش برسونه. خبر ورزشی هم از شروع رسمی مذاکرات سروش رفیعی با پرسپولیس در روزهای آینده خبر داد. مهدی عبدی بهترین گلزن سرخ‌ها در این فصل از باویشتای پرتغال پیشنهاد داره. عبدی میتونه با پرداخت 400 هزار دلار پرسپولیس رو مقصد پرتغال یا هر کشور دیگه‌ای ترک کنه. به نظر میرسه پرتغالی‌ها به دنبال یه طارمی دیگه از ایران میگردن و برای این کار میخوان روی مهدی عبدی سرمایه‌گذاری کنن. خبرگزاری ایرنا هم اعلام کرد که جدایی نوراللهی از شباب الاهلی امارات قطعی شده. احمد نور محبوب پرسپولیسیا هیچ پیشنهاد دیگه‌ای از امارات نداره و طبق ادعای ایرنا بازگشتش به پرسپولیس قطعیه. طبق اخبار غیر رسمی استقلال هم فعلا با کاوه رضایی برای بازگشت به این تیم به توافق رسیده. سعید صادقی هم که یکی از پدیده‌های لیگ برتر امسال بود به دلیل تعلل مدیرای پرسپولیس از این تیم ناراحت شده و در حال حاضر با باشگاه استقلال به توافق شفایی رسیده و اگه اتفاق خاصی نیفته فصل بعد پیراهن این تیم رو به تن خواهد کرد. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما عزیزان رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.